درود بیکران دارم بر شما عزیزان خیلی ممنونم از سپاسگزارم که برنامه ما رو دنبال میکنید و این پخش کردن این برنامه ما بدجوری دمتون گرم دیگه حرفامو میدونید دیگه مقدمه برنامه ها میدونید پیاده روی رو اعصاب دشمنان و اینا واقعا سباس گذاریم هر هفته که میگذره واقعا حمایت شما عیزان بسیار بسیار آدم رو دلگرم میکنه این اتفاق بر حال روسیه و اوکراین مسئله است که این روزها درگیرشیم بخش عمده ای از برنامه های منو امروز به خودش اختصاص میده در این روزها یعنی واقعا بی سابقه بوده این تعداد ما مجبور شدیم لایو یوتیوب هم داشته باشیم و در کنار برنامه های عادی هفتگی مون هم کاملا تحت تاثیر قرار گرفته میخواد که تناقضات بسیار گسترده ای در این اتفاق روسیه و اوکراین رخ داد که ما امروز فکر کنم 5 -6 تا برنامهمون دوباره روی همین بحث تناقضات اینا باید ثبت بشه اینا باید برجسته بشه اینها باید گفته بشه ما داریم کار رسانه‌ای میکنیم اینا همه دوستان باید بدونن تو کار ای و رسانه رو بلد باشیم ما نیومدیم اینجا دانشگاه راه بندازیم و کار اکادمیک دانشگاهی کنیم اون به درد دانشگاه میخوره کار رسانه رو باید بشناسید و رسانه بخش قابل توجهش بحث‌های روانی و غیره و بازی‌های خودشو داره خب این سوژه بین روسیه و اوکراین سوژه است که بسیار بسیار برای منی که در این حوزه سالها دارم کار میکنم بسیار مفید اومده چون تناقضات بسیار گسترده‌ای توش دیده میشه یکی از این تناقضات سالها اپوزیسیونه برانداز اپوزیسیون اصلا واژه برانداز حالا آقا ما براندازی کنیم میخوایم کشورمون رو بسازیم اپوزیسیون خائن واژه خائن به نظر من واژه درستری است تا نسبت به واژه برانداز حالا برانداز طرف دیگه میگه آقا من نظرم اینه جمهوری اسلامی نباشه کشور بهتر میچرخه خب اوکی نظرشه ولی وقتی که اینها خائن هستن در کنار بیگانگان می حرفای بیگانگان رو میزنن حرفی که دارن میزنن حرفی نیستش که حتی برای آینده ایران در تصورات یا در رویاهاشون هم به درد بخوره و کاملا شدن مهره های در حقیقت منافع سرویس های بیگانه اینها خائنن اینا سالها تو مغز من و شما کردن آی جمهوری اسلامی داره پول نفت تو میبره پول آب تو میبره پول های منابع طبیعی کشورتو داره میبره چیکار میکنه؟ داره میره؟ موشک میخره فلان میکنه سلاح درست میکنه برای جنگ افروزی آقا به جای اینکه اینقدر جنگ افروزی کنید بیاید زمین های کشاورزی رو آباد کنید و از اینجور حرف از اینجور مثلا تو همون زمین های کشاورزی هم جالب بود وقتی که نظام میخواست آباد بکنه همین جماعت میگفتن که وای حالا آبهای زیرزمینیمون کمه یعنی برای که اینا میخوان اساسا دفاعی ایران از بین ببرن دیگه تقریبا میخوان تمام زیر های ایران بنی دفاعی رو پس میگیرم چون بنی دفاعی زیر مجموعه زیر ساخت های کشوره کلا میخوان زیر ساخت های کشور از بین ببرن دیگه یعنی شما میگفتی اوکی حالا ما نمیخوایم موشک بسازیم بریم حالا مثلا کشاورزی کنیم گندم بکاریم اونجا میومدن به مشکل میخوردن میگفتن وای حالا آبهای زیرزمینی و دیگه کارنشناساشون هم میومدن میگفتن که بله واردات خیلی بهتر از تولیده و یعنی حرفهای های کاوه مدنی در بی الان صدای ریاض که صدای رقیب خودش بازداشتگاه مناطور درآورده در دیدم که ایوان عباسی تونتون توییت داره میزنه علی صدای ریاض رقیب دیگه بالاخره میگن که مهمون از مهمون خوشش نمیاد صابخونه از هر دوشون همین حکایت حالا هر دوتاشون تو لندن از همدیگه خوششون نمیاده که ایوان عباسی شروع کرده همین صدای ریاض که با بودجه عربستان و برای اینکه رنگ و لعاب به لیبرال غربی مدرن هم داشته باشه در مکان چون عموما میدونید دیگه بریتانیا در این حوزا در حقیقت بستر گستره یا مثلا جا رو تهیه میکنه دیگه جا از بریتانیا هست در حقیقت پول از عربستان <تصفح> گاو شیرده اون پول میده اینا جا میدن نه اینا تو لندن هم. مثلا شما که صدای ریاض اگه از توی عربستان پخش بشه از ریاض پخش بشه خب بیننده ای نداره چون به حال عربستان رنگ و لواب اروپایی نداره مجریاشونو که اسرائیلیا تامین میکنن اسرائیلیا پیدا میکنن محور ابری پولش محور عربی میده و جا و مکانش هم که بستر گسترهای انگلیسی میدن و جا دادن حالا اینا میان تو اون رسانه کار نشناساشون با وقاحت میگن آقا مشکل اوکراین اینه؟ که چرا بمب هسته ایشو تحویل داده بحث بمبا و کلاک های هسته خودش تسلیم کرده و چرا بنی دفاعی خودش قوی نکرده دقیقا در تمام این سالها در مورد کشور ما برعکس میگفتن گوش کنیم با هم دیگه و یکی از تناقضات آشکاری است که میشه روی هول و صحبت های مهمی داشت جز اون دست اشخاصی هستن که فکر می کنم سلاح های هسته میتونن نیروهای بازدارندگی به وجود بیارن بر اساس همون منطقه مد mutually assured destruction اینکه حمله هر نیروی اتمی به, به به دیگری مساوی با ویرانی هر دو طرف نابودی کامل دو طرف برابر نابودی کامل امر عقلانی نیست این راه برای مذاکره باز میشه و اگر که اوکراین الان نیروی ای بود ما شاهد این قضایی ها نبودیم شاید با تمام دانشمندان ای که داشت میتونست بمب اتم خودش رو داشته باشه میتونست سلاح های اتمی خودش رو تولید بکنه خیلی جالبه همین زنکه که یه صدای ریاضه افریته <تصفح> برگشه میگه آره این با هسته ای که داشت میتونه سلاح هستی خودش رو شد. چطور در مورد ایران میرسه خار داره به اوکراین میرسه بعد سلاح هستی داشته باشه نگاه اینا به ایران که میرسه خار داره حالا ادامه اما فقری که در اون زمان حاکم بود و تأمین امنیتی و تضمینی که داده شد مانع شد که این کشور هم سلاحاش رو بده هم اون کلاهک های اتمیش رو بده و هم تلاشی نداشته باشه از اون دانشی که در اختیار داره استفاده کنه درسته حتی این آم... کاهلی و سستی در ارسی تسلیحات متعارف و یا ارتش متعارف اوکراین دیده میشه حتی از اون نظرم اوکراین سعی نکرد یک مبنا و پایگاه محکم امنیتی از طریق ارتش و یا تسلیحات متعارف به دست بیاره یکی از ریشه های تهاجمی بودن روسیه ضعف ساختاری اروپاست بدین معنا که دولت های اروپایی تبدیل شدن به دولت های رفاهی تبدیل شدن به مؤسسات خدمات رسانی و تعاونی و دیگر در عرصه صلح و جنگ چندان نقشی رو نمیخواد نیفا کنن خب این خیلی نکته مهمیه اوکراینی که تنها از سمت مرزهای شرقی و البته شمال فقط یک کشور دیگه روسیه است که مثلا میتونست برش تهدید بشه میگه آره این باید مثلا کلی سلاح میگیره فلان میکرد برای اوکراین حق داره و اینو متاسفه برای رهبران اوکراین که چرا این کار نکرد حالا تو یکی تو همین چارچوب ما برنامه دیگه ای هم امروز داریم که منشه امیر و آقای رضا تغیزاده از دو عنصر پاتال برانداز و نزدیک به سحیانیسم اونا هم در رسانه شهرامگردای صحبتهایی صحبت کردن که در اون مورد هم ما صحبتهایی خواهیم داشت تا دا همین البته هم خانواده همین برنامه است که میخوایم اجرا کنیم ولی لازمه که اونم برزستش بکنیم و اینا حرفش اینه که چرا رهبران اوکراین مثلا بنی دفاعیشون رو قوی نکرد خب چیزی که سالها آقای خامنه ای برای من و شما خواسته چیزی که در تمام این سالها بچه های سپاه پاسداران فوش دادید ولی همین مسیر رو رفتن که بنی دفاعی ایران قوی باشه با این تفاوت که اوکراین تنها تهدیدی که بهش میشد روسیه است ولی شما برید خود مرزای کشورمون رو با توجه به تاریخمون نگاه کنین همین الانی که ما داریم دور تا دا دور مرزای ایران پایگاه‌های آمریکایی است و ایران مظلوم وقتی که تو منطقه حضور پیدا میکنه که جنگ به داخل مرزهای جغرافیای سیاسی ما کشیده نشه هزاران ها آی ماجراجویی های حکومت ماجراجویی ها خیلی حرفای چیزه توسعه طلبی ماجراجویی جنگ طلبی و همینا حالا چطور ببین یه داستانی که حالا میگم یه برنامه دیگه امروز اجرا میکنم که هم خانواده همین برنامه خواهد بود پس به ما ثابت میشه که این پدر ها اینا میفهمن خودشونو زدن به نفهمی یه جایی من واقعا فکر ترسیده بودم نگران بودم اگه میگفت میگفتم میشه آدمایی مثل همین یارو به حال بوفالو اص... استرالیایی البته استرالیا هم بوفالو داره نداره ولی این چهرهش بوفالوییه این اونجا موش سپیده من همیشه میگم چون انقدر چرت و پرت میگه نگو بس میفهمی خودتون خودتونو زدید به اون را عقده نظام جمهوری اسلامی عقده ای شده برای اینها که کورشون میکنه یه سری حقایق بگن یا روی اناد دیگه نمیگن بس میفهمن در مورد اوکراین جالبه اینا خب عقده ندارن قیز ندارن در مورد اوکراین دیگه خشمی پشت تحلیلاشون وجود نداره دارن منطقی صحبت میکنن چقدر منطقی شدن یه دفعه آفرین من نگران شده بودم اینا کلا منطقه رو گذاشتن کنار مثلا دیگه اینا چرا منطق ندارن حالا الان میگه نباید بالاخره رهبران اوکراین به فکر نیرومند کردن بنی دفاعی می بودن و و و و خب از خدا رو شکر خدا رو شکر ما تا الان نگران شده بودیم که اینا اصلا کلا از بیخ نمیفهمن الان فهمیدیم نه از روی عقده نسبت به نظام ایران نسبت به خود ایران حالا دشمنیشون با جمهوری اسلامی که تبدیل شده با دشمنی با خود ایران از روی قیز زنن حرف میزنن حالا کار به جای آشنقه شور میشه یکی دیگه از این کار نشناساشو این دوزاریش میفته میگه آقا الان این تناقضی که دارید میگی دهن ما رو امید دانه ها اینا سرویس میکنن ها دقت کنید و دیگه در عرصه صلح و جنگ چندان نقشی رو نمیخواید ایفا کنن اجازه بدید من یک عبارت در مورد اون بحث قبلی اتمی بگم که ما وقتی اینجا سر این قضیه اوکراین روی مسئله توانای اتمی زیاد تکیه میکنیم که نباید بکنیم به نوعی سرود خواندن یاد مستان میدیم و جناهای علاقمند به بمب اتم در ایران به این فکر میرسن که به این نتیجه میرسن که نگفتیم اگر اتم داشته باشیم به ما حمله نمیکنن ببینین این آقایان و این خانم به صلاح تلویزیون ایران اینترنشنال هم به این نتیجه میرسن که اگر اوکراین بمب اتمش داشت حالا مصوم بود خب چرا همتون دارید میخندی چی شده آقای عطابکی این عطابکی از اون وطن فروش از اون مهره های تواب شده تمدنیه اینقدر که این با این سن فقط صداش قشنگه فکر میکنه صدای قشنگ منطق براش میاره میشینه با صدای قشنگش یه صدای خوب رادیویی داره میشینه با صدای قشنگ رادیوییش مثلا تحلیل میده فکر میکنه میفهمه ببین بیشورتر از ساعتا و که وجود نداره توی عرصه رسانه عرصه دار کرم. هر از داره شوخی کردم هر کدومتون از یکی بیشورتر رکورد های گینس رو جابجا میکنی در بیشوری ولی در کل این یارو این عنصر بر حال و تنفروش این دوزاریش میفته میگه آقا اینایی که دارید میگی تناقضات خودمون رو دارید رو میکنید را نگید حواستون باشه آره قرونتون برم شب و روزگار خوش همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خیلی ممنون که این برنامه رو توجه کردید و تا برنامه بعدی پاینده ایران و همتون رو به خداوند ایران میسپارم بدرود